سال هم نشدن دور کشورمون دیدن، هم به حال با بازیکن تیم میلان از نزدیک آشنا شدن. یک بازیکن پرسپولیس سانت روی دروازه دوبه بیرون و توپی که میزنه و برالیا در اختیار میگیره. روسی مونده بود نتیجه بازی تغییر میکرد نیمه دوم. خب سوت پایان این مسابقه به صدا در میاد مسعود مادی و حالا ببینیم این بار دیگه برای مهدی مهدوی که چجور مراسم رو در نظر گرفتن. میره با گتوزو خوشحابش میکنه و احتماش کردن اسم مهدوی کیا رو نشون میدن در روی سکوها. تیم میلان مفاجأه پرسپولیس شکست بده با شما معرفی و گاتوزو شرور بودن در دوران بازیگری خودشون هر دو و پالومان دیدی که با داورا خوشبش میکنه پیراهنشو ببینیم کی ازش میگیره. یعنی یکی گرفته چون الان پیراهن پرسپولیس دستشه کسی که پایان رفت رفته و زودتر از همه پیراهن رو گرفته از مادری بیرش اصلا پوشیده استاد رفت. ببینیم فکر کنم آره دیگه خود پایان رفت هست با پیراهن پاولو مالدینی. قرابتی خیلی با هم ندارن. خب حالا تماشاگرها هم میخواهد مهدی مهدوی کیا تبدیل خیلی خوب به عمل بیارن. مهدوی کیا هست تماشاگرها مهدی مهدوی کیا تشمیم میکنه. ابراهیم با از همه بیشتر داره ابراز احساسات میکنه در وسط زمین اتوران میکنن اون را صدا میکنن تماشاگران چون اینقدر فکر کنم اشتباه فکر کرده دارن تشویقش میکنن با مهدوی کیا با یه ذره فقط آخرشون با هم شبیه. جبران میکنن کمکاری خودشون. شاید پرسپولیس هم یه جوری کمکاری خودش رو جبران کرد از دیده مهدی مهدوی که در میارن. خوش اخلاق فوتبال کشورمون. چند بار باید گیریه کنه مهدوی که یه بار اون سری پرسپولیس سپاهان گیریه کرد دیگه الان نباید گیریه کنه دیگه. حمید استیدن در کنارش هست. فرشاد پیوس و تمام عکاسان و خبرنگارانی که یه دور دارم میزنم با مهدی دوست داشتنی فوتبال کشور ما و تماشاگران دیگه ایستاده تشویقش میکنند. بله اینم پیران شماره دویی که در تیم ملی سالها بر تنش بود. همین درخشان ناصر محمد خانی نصر همراهی میکنن مهدی مهدوی کیا را. آفرین بر شما تماشاگران قدرشناس که اینطور اسطوره‌های خود را خطاب قرار داده. خب میره در آغوش علی پروین هم قرار میگیره. حمید جاسمیان، محمود خوردبین، اینقدر دیگه تشویقش کردن اشکش رو در آوردم. مهدی مهدوی کیا رو یه بازم مردی
لیگ برتر فوتبال کشور برگزار شد. زوباهن در ادامه ناکامیتش این بار 1-2 به استقلال خوزستان و اصفهان بازی رو برگزار کرد. حال این حرکت باشگاه پرسپولیس و محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه جای تقدیر داره. کار خوبی است که داره انجام میشه، اینکه یه تیم بزرگ آوردن ایران، یه همچین مسابقه در این سطح بالا برگزار کردن و به هر حال همچین تقدیری داره از بازیکن ارزشمند این تیم انجام میشه، جای تقدیر داره که امیدواریم یه الگویی بشه که بقیه هم انجامش بدن. فکر کنم تو برگزاری مسابقه حالا غیر از خود محمد رویانی که پیگیری کرد داستانو، حسین قدوسی مدیر روابط باشگاه خیلی نقش داشت، مهمانان خارجی حاضر در ورزشگاه آقای قازیمیر سعید هم که همراه این تیم از ایتالیا اومده در برگزاری مسابقه نقش داشت. اسماعیل حلالی هم رفت میکنم دیده شد در جایگاه حسین کرانی هم بچه ها گفتن هست توی ورزشگاه، من ندیدمش. افشین پیروانم یه لحظه با لباس شخصی رد شد از مقابل دوربین و خیلی از بازیکن‌های دیگه هم بودن که میتونستن بازی کنند. چند تا بازیکن به دلیل مصونیت کنارگیری کردند. رضا ترابی ها، محمود کلهر، آقای حسین کلانی است یکی از با شخصیت های فوتبال مملکت. خب یه دورش فکر کنم یه چند متر دیگه مونده که به پایان برسه. که همه اونجا دارن تلاش میکنن آخرین صحبت مهدی مهدوی که آدم سبز و اشکال دیده با عنوان یک بازیکن رو بشنوند. و این هم مشتبا محرمی گیرسه باز خوب هم داده این دقایقی که به بازی بیروز رو اولی پرم مسلمان تیم پرسپولیس بود. دوباره یه مسیر دیگه هم میخواد تهی کنه و از وسط چمن آرزو موفقیت میکنیم به مهدی مهدوی که الان در بمان مدیر فنی تیم ملی جوانان بازی میکنه. اون جمله پیش که ستاده که من خدمت رو کردم، یه مجید سبزی عزیزم یاد آراب بگم خدمت در بین ما نیست. مجید سبزی بحثی مهدی مهدوی که و بقیه بازی کنن همه میرن داخل تونل رو برن به رخکن و به کاراشون برسنم. از شما یعنی از ارجمند که تا این لحظه ساعت 3 دقیقه مونده به 5 بعد از ظهر با ما همراه بودید تشکر میکنم. به اتفاق کلی همکارم مستقر در ورشگاه 100 دقیقه از شما خدافظی میکنم. از اینکه میزه عزیز در پخش حضور داره و انشالله که از دیدن این بازی آرزا وطن خواه و قرامزا محمد رضا زادمهر هم اونجا هستن و کل پیشکسوتان پرسپولیس و به حال نسل های مختلف رو دیدین در یک قاب در بازی دوستانه که به همت باشگاه پرسپولیس برگزار شد. آرزو موفقیت میکنم برای شما. بازی به 3-1 تیم میلان برد. خدا نگهدار. وقتتون بخیر.